به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود و روز دوشنبه تان بخیر. هموطنان عزیزم آرزو میکنم هر جایی که هستین خوب باشین و لباس عافیت بتنتان باشه. خوشحال هستم که امروز هم فرصت ازیرا پیدا کردم تا از حالا تا یک ساعت آینده با داشته های متنوعی که ویژه امروز هست از مجله زندگی مهمان خانه شما خوبان باشیم و از شما میخواییم که حتما تا پایان برنامه مرا همراه باشین. آرزو میکنم که روز تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و با همین امیدواری برنامه امروز شروع میکنیم. امروز در بخش اول آشپزخانه داریم، طرز تهیه یک کیک میوه‌ای بسیار خوشمزه را در نظر گرفتیم که برای خانمای عزیز آموزش میدیم. من هم مثل شما قلم و کتابچه را در دست میگیرم و مواد مورد نیاز و طرز تهیهش نوت میگیرم تا یک روزی که فرصت کردم، مخصوصا روزای جمعه که رخصتی است و من خانه هستم، حتما این را به خانواده آماده بکنم. شما هم کوشش بکنین یاد بگیرین. یک کیک بسیار خوشمزه است و در خانه برای همسرتان یا برای طفلایتان آماده بکنین. در ادامه همکار بسیار خوبم تمنا جان اسدی در بخش ایده در استودیو با ما همراه میشم. این خوش خبری را بر خانم ما بتون به خاطر از اینکه بخش مورد علاقه خودم و تمام خانم های عزیز است که در خانه مصروف کار بار خانه هستند و یکان وقت با یک مشکل سر میخورن که ما چطور بتانیم مشکل حل بکنیم. تمنا امروز میآید و چند تا ترفند بسیار خوبه بر ما امروز آموزش میده. در ادامه کارتون داریم طبق معمول هر روز بر کودکای نازنینی که همیشه برنامه را حمایت میکنند و بینندهش هستند. امروز هم یک قسمت کارتون فوق العاده جذاب و دیدنی را در نظر گرفتیم و ما همیشه کوشش میکنیم کارتونایی را نشر بکنیم که در بین کودکا طرفدار بسیار زیادی داره و کودکا زیاد دوست دارن اون کارتون را ببینن. کودکای عزیز از جایتان تکان نخورین که بعد از بخش ایده کارتون بر شما نشر میکنیم. در بخش پایان برنامه که بخش روانکاو هست، آقای امید وطن در سیدو با ما همراه میشه و امروز در موردی صحبت میکنیم که ما چطور میتونیم منازعات و جار و جنجال ها را ببخشیم در خانه ها کمتر بکنیم. متاسفانه در افغانستان بنابر وضعیت جامعه یکم اتفاق میفته که منازعات و جنجال های بسیار کلان و عمیق در خانه اتفاق میفته که باعث ازی شوه که اعضای خانواده ناراحت شوند. و اما ما چطور میتونیم پیشگیری بکنیم؟ درست است که هیچ خانه بدون جنگ و جنجال نیست، اما گاهی جنگ و جنجالایی که بیش از حد زیاد باشه یا عمق زیادی داشته باشه ممکن است به روابطی که در خانواده هست آسیب بزنه. امروز در همین مورد صحبت میکنیم. شماره تماس برنامه هست 0798-4012. شما میتونید در بخش روانکاو تماس بگیرید. ممنون هستیم از بازار جانما که اسپانسر لباس ما و تمنا جان بودن. امروز اگر میخواین که با قیمت مناسب لباس های شیک بپوشین به کوچه سیاگرد، گذر سیاگرد هم برش میگن، جوار از بانک مرکزی به بازار جانما مراجعه کنین و لباس های بسیار مقبول برای خودتان خریداری بکنین. در بخش ایده هستیم. نام تمنا جان گرفتم. تمنا جان در سیتیو با ما همراه شده و امروز هم قرار است چند تا ترفند و ایده بسیار خوب برای همه ما و شما آموزش بده. سلام تمنا جان، خوش آمدی. سلام همای نازنین، خوش باشی و همچنان خسته نباشی. سلام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان نازنینم که مجله زندگی را از تلویزیون آرزو بیننده هستند. با امیدوار هستم امروز شان تا ایدم به خوبی و خوشی سپری شده باشه. تمنا جان امروز قرار است که چیزی را بر ما آموزش بدید در مورد انجام دادن کارهای خانه که میال کلی خانم ما به شمول خود منتظر هستن. بله دیگه، حالا طبق هر هفته که من اینجا میایم روزای دوشنبه همراه با ایده ها و ترفند های جالب به خاطر از اینکه ما بتونیم کارهای خانه ما رو به شکل بسیار ساده ترش انجام بدیم میایم. البته امروز هم دیگه دست پر اومدیم، دست خالی نیومدیم و برای میز هم بعضی از وسایل رو آوردیم که با اینا ما یک ترفند برای شما معرفی میکنم. تمنا جان قبل از اینکه ریت معرفی ترفند بله. برم حساب بخشی گفتم قطع میکنم، میخوام از این سوال بکنم که گاهی اتفاق افتاده در خانه برای یک مشکل سر خورده باشه و هم ترفندهایی را که اینجا در مجله زندگی بر ما و دیگر خانم آموزش می استفاده کرده باشه. اتفاقا خیلی زیاد هما جان، من قبل از اینکه ترفندها را اینجا بیارم در خانه اول امتحانش میکنم و بعد از اون میام اینجا برای شما و دوستا میگم. و هفته قبل ما مهمانی داشتیم، بعد از اون عمو سبزیجات که من میخواستم در آورده بودن کم مثلا وقت‌تر و زمانی که میخواستم در ظرف بگیرم یک کم پژمرده شده بود و یک ترفند هفته قبل معرفی کرده بودم برای تمام دوستا. از اون ترفند خودم هم استفاده کردم و به وقتش کارآمد بود دیگه. بسیار خوب، پس شروع میکنیم امروز هم. ما در این قسمت نان آوردیم، نان خشک و همچنان ما نان که همیشه در خانه ها استفاده میکنیم. بعضی مادرای عزیز هستن حتی در خانه نان میپزن و نان پخته میکنن. نگهداری از نان بعضی اوقات خیلی مشکل میشه بر ما. مثلا ما نان داریم در خانه، بعضی خانم ها
هستند داخل یخچال هم میگذارند، دستمال میپیچانند به اینکه نانی که در خانه هست او کپک نگیره و همچنان بو به خودش نگیره به این دلیل. حالا امروز یک ترفند را برتان خانم عزیز ما معرفی میکنم. با استفاده از این ترفند میتونه شما از اینکه نانتان از خراب نشه، کپک نزنه و همچنان بو نگیره استفاده بکنین. نانتان را بگیرین و در داخل یکی از خریده ها بگیرین و بپیچونین. البته زمانی که نان را در داخل خریده هم میگذارین، یک عدد چوب دارچین، یک عدد چوب دارچین هم بگیرین در کنار از امو داخل خلطه پلاستیکی که نانتان قرار میدین بگذارین و این خود چوب دارچین باعث میشه که از اینکه امو نان خشکتان هم کپک بزنه بو بگیره از او جلوگیری بکنه. بله، مخصوصا در هوای گرم تمنا جان که نان خوش نگاه کردنش بسیار سخت است که ما بتانیم به چند روز را نگاه بکنیم. بسیار ایده خوب است. دارچین یک چیزی است، یک ادویه یا مساله است که زیاد در خانه ها وجود داره و زیاد خانم ها هم استفاده میکنن به خاطر از اینکه غذا را خوش طعم و خوشبو بسازن. بسیار راحت شما میتونین از دارچین استفاده بکنین. پلاستیک هم خود کل خانه بدون شک وجود داره و نان خشک ازش محافظت بکنین و مدت زمان دوامش بیشتر بسازین. بسیار خوب تمنا جان، بریم طرف ایده بعدی. بله، یکی از دیگه میتونیم بگیم که غذاهایی که و از جمله که کچالو بیشتر ما غذا ازش پخته میکنیم، مثلا چپس است و همچنان بعضی قورمه‌جات در هر غذا، مثلا بولونی ازش تیار میکنیم، بولونی کچالو، بسیار چیزا غذاهای مختلف استفاده میکنیم. حتما کچالو پیاز در خانه است، حتی بعضی از خانواده ها هستن که بیشتر از کچالو پیاز در خانه میارن. باز مادر مثلا میگن که چرا قدر زیاد آوردی، کچالو پیاز خراب شده است پیش ما، یک ما داخل پلاستیک هم گذاشتیم و یک ازش درست مواظبت هم کردیم، رفتیم خبر هم گرفتیم ولی باز هم خراب شده. پس خانم عزیز امروز یک ترفند برتون معرفی میکنم که با استفاده از این ترفند شما میتونین از این که کچالو و پیاز که در خانه دارین خراب نشه جلوگیری بکنین. شما میتونین یک عدد سیبره بگیرین و در اون قسمتی که شما کچالو و پیازتون رو نگهداری میکنین از اون سیب قرار بدین. زمانی که سیب در داخل خود از زمین پلاستیک و یا همون سبد هایی که از کچالو و پیاز نگهداری میکنین قرار بدین، پس باعث میشه که مدت دوام کچالو و پیازتون رو بیشتر بکنه. مثلا شما بتونین از اینکه این خراب شوه جلوگیری بکنین. جالب است تمنا جانی که سیب میتونه از خراب شدن کچالو پیاز جلوگیری بکنه. مطمئنا چیزای در سیب وجود داره که میتونه دوام کچالو پیاز رو بیشتر بکنه. حالا که هوا سرد شده می فصل سیب هم زیاد میشه اگه استفاده کنم و قیمتش هم پایین تر میشه، میتونن بخرن و در داخل سبدهای کچالو و پیازشان بانن تا اینکه چون امر خم که بیشتر تمنا جون خود اشاره کردی معمولا در خانه کچالو و پیاز زیاد میارن. تو سیرکی میارن داش پس خانه نگاه میکنن، یک چیز قابل دسترس که همیشه بتونن از او استفاده بکنن. پیاز خوب بدون شک در تمام غذاها ازش استفاده میشه. کچالو را مصرفش معمولا در خانه ها زیاد است، مخصوصا اطفال نازنین که زیاد چپس دوست دارن مادرها برشان آماده میکنن. ولی یک دغدغه تمام خانمای خاندار ای است که ما چطور بتونیم دوام اینا رو بیشتر بکنیم. با ترفند که امروز تمنا بر ما آموزش داد بسیار راحت میتونیم که با استفاده کردن از سیب دوام اینا رو زیادتر بسازیم. بسیار خوب تمنا جان، بسیار کاربردی و آموزنده. بریم طرف ایده بعدی. بله، ایده بعدی هم در مورد ای است که ما مثلا بیشتر در خانه ها از یک چیز را آویزان بکنیم به دیوار، مثلا حتما میخ میزنیم، اگر یک قاب عکس باشه، اگر هر چیز دیگه باشه حتما از میخ استفاده میکنیم برای دیوار. ولی بعضی اوقات مثلا اگر تازه دیوار هم رنگ شده باشه و از این میخ استفاده شده باشه بر دیوار، بازم جای خود میخ برای دیوار میمونه، او دیگه دیوار هم خراب میکنه. پس به اساس بیشتر خانم ها اساس هستن حتی از اینکه بخواین چیزی را برای دیوار دیوارشون نصب هم بکنن، اگر تابلو باشه یا هر چیز دیگه از ما میگذرن میگن نه. پس به اساس خانم عزیز امروز یک ترفند براتون معرفی میکنم که شما با استفاده از این ترفند جای و داغی از ای که میخ برای دیوارتون هست میتونید با سادگی رو از بین ببرید. شما میتونید با استفاده از صابون، صابون در خانه هایتان وجود داره، میتونین اگر رنگ دیوارتان سفید باشه و همچنان اگر صابونایی که هماجان هست که حتی برای لباسشویی استفاده میشه رنگایش متفاوت، در صابون رنگ شیرچایی هست، رنگ پسته‌ای هست، هر صابون نمیتونین نظر به رنگ دیوارتان بگیرین و در اون قسمت هایی که جای سوراخ از میخ هست خوب فشار بدین. زمانی که فشار بدین و بعد از اینکه ترفند خودتان استفاده کردین نتیجهش برای دیوار میبینین که حتی اصلا جای از اون سوراخ میخ در دیوار باقی نمیمونه.
خیلی خوب تمنا جان. این فکر کنم صابون است که برای حمام استفاده بله، میشه بله. و هر نوعیت صابون نظر به رنگ دیوار ما میتونه بله. استفاده کنیم. اصلا رنگ دیوار حالا سفید است، از این صابون استفاده میکنیم. اگر رنگ دیوار سبز باشه، مثلا صابونی که کمک رنگش سبز رنگ است، میتونن از او استفاده بکنن. همون جای سوراخ در کل از میخره و کلی دیگه پات میکنه. تمنا جان مرا یادم کلچه صابونای لباس شویی انداختی که تو زرد زرد است. اگه خانهتون رنگش زرد است میتونن از استفاده بکنن. و امروز کلا خاطراتم تازه شد تمنا جان، فکر کنم کدام چیز هفتید میخ هفتید بله. تمنا جان وقتی چکش یاد کردی ما آلخ امکانات بیشتر شده در خانه، مردم از الماری چیزا استفاده میکنن. قبلا میدیدی که میخ را در دیوارا زدن بله. لباسایشان ارزان کردن. حالا اگر دقل الماری نباشه در خانه حتما یک کود بند است بله. لباسا را میمونه، ولی قبلا نمیتر یک چیز بود و زیاد خانما و کل مردم تبی مشکل مواجه بودنی که جایش میمان. واقعا دل آدم کفت میکنه دیگه، خانه را پاک صفا منظم رنگ میکنی، نوست پاک است، یک دفعه جای میخ بانه واقعا اذیت کننده است. خیلی ایده و ترفند خوب بود تمنا جان. خب بر امروز فکر کنم تمام شد. بله بر امروز همین سه ایده و ترفند خسته نباشی تمنا جان. تمنا جان میخوام ازت یک سوال بکنم، چون همه ما شما در یک جامعه زندگی میکنیم که منازعات خانوادگی متاسفانه بسیار زیاد است. خودت چقدر با این مسئله روبرو شدی در خانه‌ای که مثلا جار جنجال بوده و تاثیرش چگونه ارزیابی میکنی اگر کوتاه نظر خود داشته باشه؟ در واقع هما جان اگر صادقانه جواب بدیم، در خانواده های افغان ها هیچ خانواده وجود نداره که بگه در خانه ما جار جنجال نیست. دقیقا. حتی خیلی یک موضوع کوچکی که به نظر ما قدر جدی نیست، سر از اون موضوع هم خیلی درگیر میشه که با دیگرش. حالا دلیلش اگر بیاریم مثلا به این قرار بتیم که بعضی وقتا احترام بین خرد و کلان نیست، بعضی وقتا مثلا کنترل از دست پدر و مادر بیرون میشه، و هم بعضی مواردهای دیگه میتونه این مشکلات باعث شه که یک خانه یا خانواده در بین خودشون نزاع و جنجال و جنگ داشته باشن. خیلی شایدش بودیم. دقیقاً امروز در بخش روانکاو در همین مورد صحبت میکنیم متمرجا، که ما چطور میتونیم منازعات و جار جنجال ها را در بین خانواده های ما کمتر بسازیم. ممنون از این که بیننده مجله زندگی هستین، در بخش روانکاو هستین و همونطور که از اول برنامه برتون اشاره کرده بودم، امروز در مورد منازعات خانوادگی صحبت میکنیم و اصلا روی موضوع میپردازیم که ما چطور میتونیم منازعات خانوادگی را کمتر بسازیم. طبیعی است که در هر خانه جار جنجال وجود داره، ولی به حدی نرسه که به روابط در خانواده آسیب بزنه. آقای امید وطن در استودیو با ما همراه شده. شماره تماس برنامه هست 0798-412-412. شما اگر سوال دارین میتونید تماس بگیرین. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدید. سلام جان، وقت شما بخیر. سلام تقدیم میکنم به تمام کسایی که برنامه ما را بیننده هستن. آرزوی صحت سلامتی ندارم. قربانتان، امیدوارم که حال صحتتان خوب تر شده باشه. امروز در مورد منازعات خانوادگی صحبت میکنیم. هرچند ما در گذشته ها هم بحث های در این مورد داشتیم، ولی امروز به این مسئله میپردازیم که ما چطور میتونیم کمتر بسازیم، چون طبیعی است یک چیزه منازع کردن در تمام خانواده ها وجود داره، جار جنجال ها هر از گاه اتفاق میفته. بین بس را از اینجا شروع بکنیم که اصلا چرا منازع و جنجال اتفاق میفته؟ واقعا بس منازعات و فامیلی میان زن شوهر و فامیل یک بس بسیار داغ است در شرایط کنونی که زیادتر دوستای ما خان ای هستن که ما بس ها را راجع و موارد فامیلی داشته باشیم و ای که چطور ما منازعات را حل بسازیم و یک راهکار را موثق پیشنهاد بکنیم. ببینیم اما جان، هر مسئله و هر معضله که در بین فامیل پیش میه و هر بنبسته که پیش میه یک دلیل خاص خود را میتونه داشته باشد. تحقیقات نشان میده که بزرگترین جنگ ها، بزرگترین خفگی ها دائما توسط کوچکترین عامل ها سبب میشه. یعنی وقتی که یک حرف بین زن شوهر پنهان میمونه، یا حتی یک شیطنتی است، یا یک غیبتی است، یا یک کم و کاستی دیده شده که اینا نتونستن در مقابل چشمای همدیگر ابراز بکنن، وقتی که بزرگتر میشه و زمان بالاش سپری میشه و نمیتونن ابراز بکنن، این تبدیل به یک منازعه میشه. که اگر ما منازعه را از نگاه جامعه شناسی مد نظر بگیریم که منازعه و مشاجره و مناقشه و این بحثا جداگانه است، اما بس امروز ما دوستای ما غلط نگیرن، بس منازعات میان فامیل هست. اگر شما بخواین منازعات را در بیرون حل بسازین، راهکارهای مختلف میتونین داشته باشین. از جمله مثلا اگر از نگاه جامعه شناسی بیان بکنم، شما حکمیت دارین، قضاوت دارین و در بین میان جیگری دارین و بالاخره کس را قرار میدین که بین شما اشتی مندازه. اما وقتی که شما بس را وارد خانواده میارین و وارد فامیل میشین، بازی جداگانه بس داره. امروز راجع به این هم بس میتونیم که چطور ما میتونیم منازعات را از بین ببریم. اما خوب است اگر
اگر ما میخوایم که بدانیم واقعا منازعات از کجا شروع میشه، یک بار در بین فامیل ما ریشه یابی بکنیم. حالا اگر ما بگویم که مثلا فلانه کس با فلانه کس فلان منازعه را داشت، این شاید یک تئوری باشه که بین یک فامیل حاکمیت داره. اما اگر شما میخواین که بدانین واقعا منازعاتی که در فامیل شما رخ داده، یا آشوب های است، یا جنگی است کس با دیگری، یا پدر با پسر و پسر با مادر و مادر با دختر حرف نمیزنه، خوب است شما اگر ریشه یابی داشته باشین تحقیق بکنین کی حالت و این خفگی از کجا پیدا شده، دل کلیش چی است، و بالاخره شما وقتی که ریشه یابی میکنین باز میتونین یک راه حل مناسب نظر به شرایط که در فامیل شما حاکم است پیدا بکنین و بتوانین که را به کلی و خوبیش حل بسازین. یک از بینندگان ما تماس گرفته بودن، همکارا سوالشان را گرفتن، متاسفانه تماسشان وصل نتانستیم. آقای خانم فاروق از مزار شریف گفتن که خیاشنیم زیاد در زندگی ما مداخله میکنه، یعنی خواهر همسرشان، و این باعث میشه که ما با همسرم جنجال بکنه و یک منازعه و جنجال در خانواده ما شکل بگیره. چرا کار پیشنهاد میکنین شما؟ همیشه اشاره کردیم که زندگی زن شوهر زندگی است که تعلق به خودشان داره، حتی نیک زندگیشان یا بد زندگیشان، یا ای که روزگار خوب دارن یا ندارن، یا خوش هستن یا خفه هستن، تعلق به خودشان داره. دقیقا. اولین حالتی که بین یک زوج پیش میایه، باید اینا بتونن که و کارایی رو داشته باشن و توانوییش داشته باشن که مشکلشان را خودشان حل بسازن و نه اجازه نتن که این مشکل بیرون بره و بالاخره حرف به دهان مردم بیفته و به دهان فامیلا و اقوام و بالاخره تبدیل به یک منازعه و یک مشاجره بسیار بزرگ شود. اما اگر ما اشاره بکنیم که شما چگونه یک زندگی موفق داشته باشین، ببینیم محرم اسرار یک زوج میتونه طرف مقابلش باشه، از هر نگاهی که از نگاه عاطفی، از جنسی، از روزگار، از مشکلات، از هر شرایطی که میتونه باشه، باید یک خانم به شوهر و یک شوهر به خانم بهترین محرمیت اسرار یکدیگر را داشته باشن. شما هیچگاه اجازه ندین که کس در زندگی شما مداخله بکنه، و اگر استثناءن کدام وقت این حالت پیش میاد، شما باید قضاوت نکنین، یک طرفه نبینین قضیه را. مثلا اگر کس به شما میگه که امروز خانم شما فلانه کار را انجام داد اما شما خبر نیستین، دفعتا قضاوت نکنین، یک بار ببینین که واقعا این کار انجام شده یا خیر. یک شرایط، یک حالت در زندگی ما بعض وقت قرار میگیره که ما نمیتونیم با چشم ما درست ببینیم، یعنی بعض وقت ما حتی در دیدن اشتباه میکنیم، حتی بعض وقت ما در شنیدن اشتباه میکنیم، یعنی گوشهای ما غلط میشنه، چشمای ما غلط میبینه، پاهای ما غلط میره، اما ما بعدن متوجه میشیم که داریم چی کار را انجام دادیم و با کدام مسیر در حال روانه بودن هستیم. به این لحاظ شما کسی باشین که دائما درک بکنین طرف مقابلتان را. نه تنها با برادر ما اشاره میکنم، بعد خواهرای ما را اشاره میکنم که قبل از اینکه شما بخواید قضاوت بکنین، یک بار مساله را از طرف مقابل ببینین، بعد از او به او راهکار پیدا کنین و بعد از او وارد بحث با همسرتان شوین. بله، تماس داریم. آقای شفیق از ولایت کابل، سلام و وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. صدای تلویزیونتان هم پخش بکنین لطفا. تشکر، سلامت باشین. خوب هستین؟ بخیر. بسیار تشکر، آرزو میکنم شما هم خوب باشین. خوش آمدین و سوالتان رو بپرسین، و بازم تکرار میکنم که صدای تلویزیون دارم پخش بکنین که ما صدای شما رو درست داشته باشیم. بله. خب سوال ما این بود که ما چطور میتوانیم در یک خانواده خوب مدیریت کنیم و اتفاق و اتحاد در یک خانواده چطور میتوانیم برگزار کنیم؟ درست است برادر، قند سوالتان را گرفتم، منتظر ممنون از تماستان، خدا نگهدار. میخوام یک تاریخچه مختصر اشاره بکنم به تمام بیننده‌های عزیز، حتی کسایی که ازدواج نکردن. یک مرد دائما در زندگی، یک تحقیقات است که نشان داده و یک تئوری ثابت است اما جان، یک مرد بزرگترین آرزویش است که در زندگی ثروتمند باشه، دور از اباد فامیلی، یعنی ثروت پیدا بکنه، دارایی پیدا بکنه، پول پیدا بکنه و بالاخره شهرت مقام. حتی اگر ما بخوایم یک بانو را مثال بدیم، تای تحقیقات شده یک بانو زیادترین آرمانش داشتن یک اندام مناسب، یک چهره مقبول، یک حالت کرکتر بسیار زیباست بین زن و مرد. یک مرد در زندگی زیادتر از این میترسه که مورد خیانت جنسی قرار نگیری، یعنی طرف مقابل را که دوست داره به این خیانت نکنه. اما یک زن در زندگیش زیادتر از این میترسه که طرف مقابلش به این خیانت عاطفی نکنه. یک مرد میخواد که عشق اول یک زن باشه، اما یک زن میخواد که عشق آخر یک مرد باشه. ببینیم چقدر فرقای جالب بین مرد و زن وجود داره. یک مرد
تا به سلامت جنسی نرسه به سلامت روانی نمیرسه. خیلی توجه داشته باشیم، یک مرد تا به سلامت جنسی نرسه به سلامت روانی نمیرسه، اما یک زن تا به سلامت روانی نرسه به سلامت جنسی نمیرسه. شما باید با خانمتان قسم رویه داشته باشین که اونا راحت باشن در قبال شما، آرام باشن و کاملا یک آغوش مناسب، یک آغوش گرم را با شما تجربه بکنن، الا که با شما یک خانم خوب باشن. این خیلی یک تاریخچه موثر بود که من خواستم درباره بانوان آقایان اشاره کنم. اگر میخوایم یک فامیل موفق داشته باشیم، اگر میخوایم یک خانواده خوب داشته باشیم، جمع باشن، اتفاق داشته باشن، با هم بخندن، با هم قصه بکنن، شما اخوت را در بین خانواده مروج بسازین، شما صمیمیت را مروج بسازین. قناعت بهترین حالتی است که میتونه در بین یک فامیل حاکم باشه. در فامیلی که قناعت باشه، حتی به لقمه نان اگر قناعت داشته باشن، حتی به یک لبخند پدر و مادر قناعت داشته باشن، الا که تکنولوژی و ثروت و دارایی اونا میدونم شرایط روزگار، او فامیل یک فامیل موفق است. با هم دیگر وقت بگذرونین، با هم دیگر کوشش کنین زیادتر از وقتی که وعده های غذایی از غذا بخورین. یعنی فعلا من یک چند وقت پیش هم اشاره کرده بودم، وقتی که غذا تیار میشه برادر حضور نداره، خواهر حضور نداره، یا حتی پدر نیست، مادر نیست، یک دسترخوان بسیار بیرنگ و بیذوق که میتونه حالت خانواده رو خراب بکنه، دلیل کلی خرابی حالت خانواده است. یا وقتی که در فامیل قرار دارین حرف میزنین، به حرف هم دیگر گوش بکنین. ببینیم، ما یک اصطلاح رو روز قبل خواندم در یکی از صفحات مجازی که خیلی واقعا خوب اشاره کرده بود که تمامی چیزایی را که ما میخوایم در گوگل پیدا نمیشه. بعض وقت الزامی است که ما از پدر بزرگ و ما از مادر بزرگ و ما از خواهر برادر و پدر مادر ما بعضی چیزا رو بشنویم. و وقتی که در کل اشاره بکنم، چون تماس هم داریم، ما بتونیم شرایط را در بین فامیل ما حاکم بکنیم و یک مرد خوب به زن و یک زن خوب به مرد باشیم، ما تبدیل به یک کسی میشیم که میتونیم تمامی شرایط خانه را مدیریت کنیم و یک فامیل خوب داشته باشیم. بله، تماس داریم. خانم زکی از ولایت سمنگان، سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین. سلام با شما و تمام بیننده هایتان و یک خانم خود سلام. علیکم سلام. علیکم سلام. بسیار خوش آمدین. بیرونی هم سرگزار است و یکی منادات فامیل ایجاز جوایت سوال و سوال دومی که کدام اشخاص بیشتر سبب میشن که منادات فامیل ایجاز جوایت در بین فامیل. درست است. ممنون از تماستان. ما سوالاتتون را گرفتیم و انشاءالله پاسخ میدیم. خدا نگهدار. در مورد عوامل بیرونی شرکت کردن، قطعا تاثیر بسازهای خود را میتونه داشته باشه، اما چیز در یک شرایط میتونه تاثیر داشته باشه که شما کسو باشین که به عوامل بیرونی ارزش بدین. یعنی مثل که قبلا هم خواهر برادر ما سوال کردن، کسی هست در بین حرف میزنه و ما دائما با هم دیگر جنجال میکنیم و دعوا میکنیم. یعنی اگر شما به عوامل بیرونی ارزش بدین، رابطه شما رو خراب میکنه. اما اگر شما پشت سر بگذارین، ارزش ندین، ارجحیت ندین، او هیچ گاهی خراب نمیکنه. در مورد سوال دومشون، به فکرم در مورد ای بود که چگونه ما بتانیم خوب مدیریت بکنیم، به فکر من می بود و یا ای که کدام عوامل باعث میشه که در بین فامیل نزاع باشه، کدام افراد بیشتر افراد نقش دارن. نقش دارن. ما یک سوال اولشون فرو رفتیم، سوال دومشون از پیشمون. ببینیم، حضرت مولانا سب اشاره میکنه که سالها پرسیدم از خود کیستم، آتشم، شوقم، شرارم چیستم، دیدمش حالا و دانستم، کنون او بجز من بجز او نیستم. یعنی هر شرایط در زندگی بازم تعلق میگیره به ذهنیت ما، تعلق میگیره به افکار خود ما و بازم تعلق میگیره به خود ما. ما نقش داریم در بین یک فامیل. یعنی در یک رابطه اگر یک وقت میای، یک شرایط میای، یک روزگار میای که جانب مقابل شما با شما سرد رویه میکنن، شما باید در این حالت گرم رویه بکنین. حتی اگر در یک رابطه عاطفی هستین، حتی اگر نامزد هستین و حتی اگر ازدواج کردین و تشکیل خانواده دارین و اولادها دارین و حتی نواسه اگر دارین، در سن پیری هم اشاره میکنم، یعنی اگر ما بتونیم خودمون را مدیریت بکنیم، میتونیم جانب مقابل ما را مدیریت بکنیم. یک پدر الگوی فرزندش هست، یک شوهر الگوی خانمش است و یک خانم الگوی شوهر و دختر خود است. یعنی من بیره که اشاره میکنم، هدفم چی است؟ شما خوب باشین، خوب بودن را خانم شما از شما یاد میگیره، شما خوب باشین، شوهر شما از شما خوب بودن را یاد میگیره. من مطمئن هستم وقتی که اشاره میکنم به خواهرای ما و برادرای ما سوال پیش میاد که ما خوبی کردیم، خانمم متوجه نشده، ما خوبی کردیم، شوهرم متوجه نشده، من میبینم که شب نوقت میاد و با فلانه دختر حرف میزنه و با فلانه پسر حرف میزنه، من چقدر خوب بکنم؟ تا
تا وقت باید شما خوبی بکنید، تا وقت که جانب مقابل درک بکنه. یعنی شما باید با خوبی هایتان، با کرکترتان، با ذهنیتتان آشکار بکنید به طرف مقابل که اگر تو خیانت میکنیم ما میتونم با بخشش تو را دوباره خجالت زده بکنم، ما میتونم با بخشش طرف تو اعتماد کنم و ما میتونم با اعتماد کردن اعتماد تو را حاصل بکنم. در این حالت اگر ما بتونیم خودمون را اصلاح بکنیم، میتونیم فامیل ما را اصلاح بکنیم. و گام دوم فرعیش که است، میتونه مدیریت کردن اوضاع خانواده نقش داشته باشه. مثلا اگر فرزند دارین، اولاد دارین، باید بفهمونین که کدام نزاکت ها بین فامیل باید مد نظر گرفته شود. در دوره نامزدی که دوره شناخت هست و یک دوره بسیار مهم زندگی است، شما باید کس باشین که امو عاداتتان را، خویتان را، مثلا در کدام شرایط آسیب پذیر هستین، در کدام شرایط زیاد خفه میشین، در کدام شرایط زیاد خوش میشین، این را باید به نامزدتان بفهمونین. یعنی من چرا اشاره میکنم که باید شما حداقل 6 ماه نامزد بانین تا اینکه شما یک زندگی موفق داشته باشین. یعنی یک شناخت و معرفت کلی از جانب مقابل و یک شناخت و معرفت کلی جانب مقابل از شما داشته باشه تا اینکه اونا شما را درک کرده بتونه، تا اینکه یک روز یک حرفی که شما از اونا بد میبرین استعمال نکنه. من یک تجربه خیلی خاص دارم از یک شرایط اوماجان، کسی بود که جانب مقابل، ببینیم چقدر یک حرف جالب میتونه باشه، در یک رابطه عاطفی قرار داشت، جانب مقابلش به او گفته بود که تو به من زندگیم نگو، کدام خاطری بد داشت از اینکه زندگیم تو رو نگویم. باورتون میشه اینا 2 ماه 3 ماه 4 ماه چقدر وقت که رابطهشون را ادامه دادن، این پسر به او دختر هرگز زندگیم نمیگفت. یعنی یک قدر حساس بودن در بین رابطهشون. این بگذاریم به خودشون باشه، وقتی که شما میدونید جانب مقابل از شما چی درک داره، از خود چی درک داره و چی بک‌گراند میخوای به شما منعکس بسازه، با شما میتونید مدیریت کنین. البته این گام فرعی است، گام اصلیش اصلاح سازی خود ماست. یعنی اگر ما بتونیم خود را اصلاح بسازیم، میتونیم جامعه ما را اصلاح بسازیم، میتونیم فامیل ما را اصلاح بسازیم. یک حکایت کوتاه میخوام در حدود 30 ثانیه بیان بکنم که میگه کسی بود که خواست جهان را تغییر بده، متوجه شد که تغییر دادن جهان خیلی کار سخت است، خواست همون کشور خاطر تغییر بده، بالاخره خواست ولایت خاطر تغییر بده و قریه و منطقه خاطر، بالاخره متوجه شد که حتی قادر به این نیست که فامیل خاطر تغییر بده. دست و پاچه بلند کرد به خاطری که خودش را تغییر بده. وقتی که خودش را تغییر داد، بازو خوزینیت را کسب کرد که انسان اول باید خودش را بسازه، بعدنش میتونه که جامعه را تغییر بده، فامیل خود را تغییر بده و آنچه که ایدهش هست را عملی بسازه. دقیقاً. تماس داریم، خانم بهشته تماس گرفتن از ولایت کابل. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین. سلام آقا جان. علیکم سلام، خوش آمدین بهشته جان، بفرمایید سوالتان را بپرسین. بهشته جان تماسشان قطع شد، همکارا سوالشان را گرفته بودن. سوالشان این بود که ما چطور میتونیم منازعات در خانواده کم بسازیم؟ اما موضوع اصلی برنامه ما هم است. میخوام راهکارا را اشاره بکنم، خصوصا بین زن و شوهر را میخوام اشاره بکنم، چون یک منازعه که بین فرزند و پدر یا مادر صورت میگیره، این راهکارهای متفاوت میتونه داشته باشه. اما بزرگترین منازعه، منازعه زن و شوهر در بینشان میتونه باشه که روحی فرزندان را هم خراب میکنه و مو ذوق و شوق را که اینا به خاطر یک زندگی آرام و موفق دارن را از بین میبره. دلجویی کردن میتونه یک راهکار خیلی خوب باشه. یعنی ما میخوام واضحا اشاره بکنم که هر وقتی که ما تونستیم بالای غرور ما پا بگذاریم، یعنی غرور ما چی میتونه باشه اموجان؟ ای است که شما میدونین که شاید جانب مقابل مقصر باشه و گناه از جانب مقابل باشه، اما شما منعیس شوهر، شما منعیس خانم یک زمان بالای غرورتان پا میگذارین، حتی شاید مذرت بخواین، حتی شاید شما دلجویی بکنین. این میتونه عاطفه شما را خیلی بلند ببره، این میتونه شرایط عمو زندگی شما را خیلی بلند ببره. به این فکر کنین، وقتی که شما نامزد بودین، یا یک ذره دیگه هم عقب بریم، وقتی که شما عروسی نکرده بودین، چی آرزوهای به خاطر زندگی مشترکتان داشتین؟ یعنی اگر پسر بودین دوست داشتین خانمتان را همراهش چی رویه داشته باشین، یا اگر دختر بودین دوست داشتین که با شوهرتان چی رویه داشته باشین. اما حالا که عروسی کردین، با یک حرف کوچک بینتان منازعه رخ داده، با یک حرف یا حتی یک حرف مردم یا یک شیطنت که انجام شده، شما رابطه تان را خراب کردین. این میتونه خیلی آسیب زننده باشه و این میتونه خیلی روحیه را از بین ببره. شما یک بار به عقب خیره شوین، ببینین که کی بودین و تبدیل به چی کس شدین. باز هم اشاره میکنم، از خود گذری میتونه خیلی خوب باشه، دلجوی کردن میتونه خیلی خوب باشه، بعض وقت تحفه دادن، بعض وقت گذشتن از حرفایی که گفتنشان الزامی نیست. مثلا ببینیم، شاید همسر شما، نمیخوام اشاره بکنم یا دختری یا پسر، شاید همسر شما کسی بوده باشه که یک بک‌گراند بد داشته باشه،
یک شرایط خراب را پشت سر گذاشتنده باشه، یا حتی یک بار ازدواج کرده باشه، یا شوهر یا خانمش فوت کرده باشه یا جدا شده باشن، هرگز شما یالت را نباید یاد بکنین در قبال شوهرتان یا خانمتان. یا اگر شما کدام وقت اشتباهشون را متوجه میشین، او را باید به نحو به اونا بفهمونین که از گفتنش از شما خفه نشه. یعنی اگر شما میبینین که شوهر شما یک اشتباه انجام میده، اگر مستقیم به اونا بیان میکنین که تو داری اشتباه میکنی، او در مقابل شما موضعی میگیره و نمیتونین شما باز به کلی و براحتی همو زینتتان رو به اونا شیر بسازین. بازم اشاره میکنم دلجوی کردن، گذشتن از غرور، داشتن تفاهم و داشتن حس هم دیگر پذیری در بین یک فامیل حرف اول و قناعت بخش رو دائم میسنن. بله. خانم شیبا تماس گرفتن از ولایت هرات، هرچند سوالشان مرتبط با موضوع برنامه نیست، ولی چون تاکید کردن و نیاز به مشاوره داشتن، همکارا تماسشان وصل میکنه. سلام خانم شیبا، خوش آمدین. سلام علیکم. بسیار تشکر، آرزو میکنم شما هم خوب باشین. شیبا جان بفرمایید سوالتان رو بپرسین. سلام به خدمت دفتر، خدمت شما تقدیم میکنم. من خیلی پرسیدم کنم که چیزی نمیتونه ما شوهر خود جذب خود کنم، چون در حال که میتونم در خیانت میکنم، چندین بار متوجه از کار شدم دیدو، اما گفتم نمیتونم نه به خود نه به کسی دیگه. این موضوع من خیلی از هم هر چی کوشش میکنم در محبت خود ایزو کنم و زیادتر از این نزدیک باشم، اما زیادتر از مدیر مروه و من خیرم که این موضوع من خیلی افتاده کردم به چه هم مشکل شده نمیتونم. چند ساله هستین شما خواهر گرامی؟ من مادر چهار ساله دارم، 38 ساله. و شوهرتون چی کار میکنن؟ شوهر من یکی از دفتر شخصی کار میکنن. از اینکه به شما خیانت کردن چقدر شما مطمئن هستین و یک خبر را به شما کس رسانده یا خودتان متوجه شدین؟ من خود معلومه یک روز متوجه شدم که گوشی رو دست میزن دیم پرشون کنه داخل گوشی دیگه خیانت به من کرد. درست است خواهر، منتظر پاسختان باشم. ممنون از تماستان خانم شیبا، ما سوالتان را گرفتم و انشاءالله پاسخ میدیم براتان. خواهش میکنم. ممنون، خدا نگهدارتان. یک موضوع اشاره میکنم ماما جان، امیدوار هستم این موضوع بتونه تسکین دل به تمامی خواهرای ما باشه. چون ببینیم، ما باز میخوایم اشاره بکنم، در شروع حرفایم گفتم یک مرد تا به سلامت جنسی نرسه و سلامت عاطفی نمیرسه، اما چون یک زن خیلی یک جسم باریک داره و خیلی یک احساسات باریک و حتی بعض وقت خیلی رومانتیک داره، تا به سلامت عاطفی نرسه به سلامت جنسی نمیرسه. حتی بعض وقت تحقیقات نشان میده زیادترین عامل طلاق و جدایی نداشتن حس جنسی به همدیگر میتونه باشه و بعدن باعث میشه که این زوج از همدیگر جدا شه و تفاهم نداشته باشه. ما میخوایم اشاره بکنم به تمامی خواهرای ما و حتی اگر کسایی که برنامه ما را بیننده هستن، حتی برادرای ما که حالت را دارن متاسفانه، اگر ما از نگاه دین اسلام بحث بکنیم و حتی اگر از نگاه قوانین اساسی که قبلا هم در کشور ما حاکم بود و شاید فعلا هم حاکم باشه بحث بکنیم، به یک کسی که به خانم خود خیانت میکنه قصاص مد نظر گرفته شده از نگاه دین اسلام. و حتی اگر ما اشاره بکنیم که این کار خوب نیست، برعلاوه کار خوب نیست، یک کار بسیار خطرناک و ناپسند هم میتونه باشه. یعنی شما اگر خود را با این شرایطی که دارین و این کار زشت که انجام میدین به کیفر قانون بسپارین، همراه شما یک روی بسیار خطرناک میکنه. اما اگر میخوان خواهرای ما مشکل را حل بسازن، باز هم اشاره میکنم که بهترین راه حل و بهترین حالت بین یک زن شوهر حرف زدن میتونه باشه. شما باید رمز و رازی را پیدا بکنین که شوهر شما در کدام شرایط همراه شما راحت هست، کدام ویژگی را میخواد در وجود شما باشه که در وجود یک زن بیرونی میباشه. اما ببینیم یک مرد بلهوس را هیچ کس جز خودش تغییر داده نمیتونه. یعنی یک مرد که به یک زن قناعت نمیکنه، او چیزی را که در وجود خانم خود میبینه میخواد در وجود یک کس ها هم آشکارا بکنه و از او بزرگتر و بلندترش را بخواد، او را فقط خودش و خدایش اصلاح کرده میتونه. اما در حد یک تئوری میخوایم بیان بکنم که حرف زدن، پدیدار کردن مشکلات و حتی اگر این نتیجه نمیده، توسط یک عالم، توسط یک بزرگ مردی که در فامیل شما زندگی میکنه، یا پدر یا مادر یا هم برادر، میتونه راه حل باشه. و اگر خدای نخواسته شما نتونین به این شرایط که اشاره کردم راه حل پیدا بکنین، شاید در آینده های نزدیک به یک موزل و یک بنبست بزرگ سر دچار شوین که حتی میتونه زندگی شما را از بین ببره و متاسفانه که وارد یک زندگی جدایی طلب شاید شما شوید. بله. تماس داریم. شکرانه جان اصیل از ولایت تخار تماس گرفتن. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. ممنون، زنده باشید. همچنان سلام به شما و به همکارای شما. علیکم سلام، خوش آمدین. شکرانه جان بفرمایید سوالتان رو بپرسین. ممنونتان.
سوال من یک بود که آیا رفتارهای سرد پدر و مادر یا هم بی‌توجهی آنها می تواند تاثیر بدی در روی ما و یا هم آینده ما بگذارد؟ اما قدر از سوالتون خواهد؟ و سوال بعدی من یک که ما با چی امکانهایی می توانیم یک تاثیر یا یک رابطه صمیمانه و دوستانه را در بین خانواده ما بگذاریم؟ درست. بسیار خوب، ممنون از تماستان، شکرانه جان. ما سوالتان را گرفتیم، منتظر شنیدن پاسختان باشن. سوال دوم شما نوت بکنید. سوال اولشون راجع به این بود که چقدر رویه پدر و مادر میتونه بالای اولاداش تاثیر داشته باشه و بالای تربیتشان و بالایی که در آینده چی میشن. بله، روابط سردشان. روابطشان و البته مو سرد بودنشان رو اشاره میکنم که بزرگترین کلاس به خاطر یک فرزند کلاس فامیلیش میتونه، مو صنف فامیلیش میتونه باشه. یعنی یک پدر رویه که با یک فرزند میکنه، او فرزند در آینده با فرزند خودش انجام میده. اما قسمی که ما شجره خود را انتقال میدیم، هر نسل میره به نسل قبل و حتی میگن هفت پشت ما داریم و بالاخره پایین آمده میره و ادامه داره، اما قسم رویه ها هم ادامه داره. بلاناقه ای که در بعض شرایط قرار میگیریم که کلتورها تغییر میکنه، یا مثلا ما در یک ولایت زندگی میکنیم که از یک کوچ میکنیم یا از کشور مسافرت میکنیم، بالاخره در اون شرایط حتی فرهنگ ها هم تغییر میکنه. اما اگر یک پدر یک رویه رو با پسر خود یا دختر خود انجام میده، مطمئن باشیم که او رویه را هم او پسر یا او دختر با فرزند خود انجام میده. من کسی رو موجان میشناسم که خودش شاید در سن 13 یا 14 سالگی ازدواج کرده باشه در شرایط، اما فعلا بزرگترین طعنه‌ای که به دختر خود میده ای است که اگر تو با میل دل ما کار نکنی من تو رو به شوهر میدم. در حالت که یک فامیل تحصیل کرده هستن، او خود کسی که در او شرایط ازدواج کرده فعلا هم یک انسان باسواد است، یک بانوی باسواد است، اما دائما به فرزند خود، به دخترش که کم سن هست اشاره میکنه اگر تو فلانه کار را به میل دلم نکنی من تو را از تحصیل میمونم، من تو را به شوهر میدم، من فلانه کار را در عقد انجام میدم، من فلان کار انجام میدم. ای از کجا سرمنشأ گرفته؟ از جایی که مادر و پدر رویه را بویی انجام داده و ای میخوای در آینده در حالت که سوی طرف قرار میگیره از طرف فرزند خود با فرزند خود انجام بده، میتونه تاثیر به سازهای خود را داشته باشه و تعلیم و تربیه باز هم در شروع ربط میگیره به فامیل و بدنهایش میتونه که کودکستان و مکتب و پهنتون و جامعه ما که زندگی میکنیم بالای امو تحصیل ما، بالای امو ادب ما، بالای اخلاق کرکتر ما نقش داشته باشه. و در سوال دومشان، بله، چگونه میتونیم که رابطه صمیمانه را در بین اعضای خانواده ایجاد کنیم؟ این سوال قبلا هم اشاره کردم، به برادر مکتماس گرفته بودن، باز هم میخوام اشاره کنم. ما وقت میتونیم در یک فامیل رابطه صمیمانه ایجاد کنیم که چند تئوری را مد نظر بگیریم. امور رفتار و سلوک را که ما با پدر و مادر داریم بخوایم در بین فامیل مروج بسازیم، یعنی احترام داشته باشیم. یعنی وقتی که پدر از بیرون خانه میآید چقدر زیباست که فرزندا بخیز دست و پدر و مادر را ماچ بکنن، بوسه بزنن، چقدر زیبا میتونه باشه. یا پدر وقتی که وارد خانه میشه سلام بده به فرزندای خود، در آغوش بگیره فرزندای خود را، با خانم خود یک رویه داشته باشه، قناعت داشته باشن. یعنی قناعت داشتن باعث سعادت میشه، یک حرف بسیار بزرگ و راستین هست. شما وقتی که به یک پرچنون حتی اگر قناعت میکنین، اگر اون آن را شما با لذت نوشجان میکنین، با کیف نوشجان میکنین، از بزرگترین کباب ها و قابلی ها و پله ها کرده و شما میتونه پیش باشه. احترام داشته باشیم، یعنی احترام را حفظ بکنیم. برادر خرد به برادر کلان احترام بکنه، برادر کلان به برادر خود. حتی یک اصل در دین اسلام هست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه که کسی که به اطفال شفقت نکرد و به بزرگا احترام نکرد از جمع ما نیست. یک اصل است که در دین اسلام هم پابند هست و حاکم هست. پس احترام باشه، به هم دیگر ارجحیت قرار بدیم. گهگاهی اگر امکاناتش بود و شرایط اقتصادی خوب بود به بیرون به سیاحت برین، تفریح برین، میتونین تحفه بگیرین، به خانمتان تحفه بگیرین، به شوهرتان تحفه بگیرین، به فرزندایتان. و حتی اگر میتونین در بیرون صرف تام داشته باشین که متاسفانه شاید شرایط در حالت کنونی افغانستان نتونه حاکمیت داشته باشه، اما اگر امکاناتش هست کار را انجام بدین و در کل تمامی شرایط را که من اشاره میکنم شما مد نظر بگیرین، مطمئن باشین که به یک بار اگر نشه در مدت زمان خیلی کم میتونین تغییرات را در بین فامیلتان بیارین و میتونین یک فامیل خوشحال، شاداب و سرحال داشته باشین. به عنوان آخرین تماس خانم مرور از ولایت کابل وصل میکنیم. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین. علیکم سلام، بسیار تشکر، آرزو میکنم شما هم خوب باشین. مروه جان بفرمایید سوالتان را بپرسین. بفرمایید مروه جان. من در خانه هستم،
باز خودت رو خوشی در زندگی اینجا مداخله میکنم از خود بازم مثلا هم به بیرون میگه باز نمیه باید کنم نیاز کسی خود بسا که میگی نظر از این بسا میکنم در نیاز رو من یاد هست شدم میرم کسی روی گردان رابطه شوهرتان هم رایتان چیگونه از خوهر؟ اونا که اصلا وقتی ایران رفتن از رفتن روی که نبودن خاله رو مالا چون بیدم خیلی خوب بود از می گفتم از دختم نگرد ولی که نبودن از دختم نمی کنن از می گفتم نگرد از دختم نمی کنن آلو فعلا همراه شما هستن یا خارج از کشور هستن؟ نمی هستن در قبل هستن کار میکنن سوار گفتم مبرای صبح داشتم نمی کنم بود وقت دهانه یکی که خسرم خسرم جو در می کنم نخوردم چیزه مثال چیز دیگه باید کنه یه زود دیگه بگم بام یا نه تو از یه خان یک بغل همیسه کردم یا بلند تو جب خیلی نمی دارم درست از خواهر گرمی سوالتان را گرفتیم ممنون از تماستان مروه جان فرصت هم کم است بسیار میخوام کوتاه اشاره بکنم بله. ما در این مورد یک بحث داشتیم خواهرم اگر به انترنت دسترسی دارن ببینن در یوتیوب آرزو اما میخوام کوتاه اشاره بکنم ببینیم داشتن مداخلات در بین هر فامیل است خصوصا خسر خوشو و ایور ننو نمی فامیل میکنن بزرگترین حالت میتونه حالت باشه که شوهر شما به حرف شما بکنه و شما یک زندگی جداگانه اختیار بکنین وقتی که زندگیتون جدا میشه در شرایط یک ذره یک مشکلات داشته باشین از نگاه بی تجربگی و نداشتن بعض وسایل خانه اما در طویل المدت درست میشه شما اگر امروز جدا نشین شاید 10 سال بعد 15 سال بعد حتما جدا شین اما اگر شما را زیاد به سطوح آورده زیاد شما را خسته کرده کوشش بکنین با شوهرتون حرف بزنین یک زندگی جداگانه میتونه مرهم تمامی دردایی که شما فعلا دارین باشه ممنون از حضورتون خسته نباشین با اظهار تشکر از بازار جانما که اسپانسر لباس مجریهای تلویزیون آرزو است اگر میخواین با قیمت مناسب لباس شیک بدست برین به گذر سیاگرد مراجعه بکنین جوار عزیز بانک مرکزی و با بازار جهانما برین و لباس های زیبا بر خودتان خریداری بکنین ممنون از شما که امروز ما را همراه بودین تا یک روز بعد دوباره خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپارم خدا نگهدارتان